نمونه بگم، مسئله کورش پیش میاد، همین آقای میبودی میاد توی تلویزیون میگه شعاری که مردم دارن کورش به لرزه در آورده. حالا اخبار امروز هست جمهوری اسلامی چشم محکوم در آورده. اگه قرار می بشه آقای میبودی عزیز باید اسم پیغمبر رو بزن محمد فرفره تو قبر با این جنایتی که مسلمین میکنن. یعنی شما باید با این اشخاصی طرف این که خوبشون آقای میبودیه که در توجیه جمهوری اسلامی لحظه برنده شده آقا چی شده، نمیاد عظمت اون حرکت رو نشان بده که مردم اومدن گفتن نوارش هست. آقا نوار هست، اگر آقای امیر شهرتی لطف کنه نوار هست. وزارت اطلاعات میگه چطوری تظاهرات دانشجوها تو سال 78 به انحراف کشید، شعار مرگ بر خاتمی خمینی داد، مرگ بر خاتمی داد. همین وزارت اطلاعات، آیا این وزارت اطلاعات نیومد توی چیدم تخت جمجم شعار بده؟ اون عظمت بود. مردم شعاراش اگه مردم زده عرب باشن، اگه مردم ما نفرت انگیزی توشان باشه، دنباله اون شعار میگرفتن. چطور شد آقا میبودی برای این همه مردم که آمده برای شما چیز نشد نیامدی حراسان باشی تلویزیون بگی قبر کورش میلرزه؟ تشکر میکنم، ممنونم. دوست عزیزی که من میگم، ما که در خارج هستیم اغلب من پرهیز دارم، به همین علت امروز ملاحظه فرمودید که دستور داده به وزارت اطلاعات به تمام مؤسسات مسافربری، اتوبوس ها، هواپیما فرق نمی کنه، شناسایی بکنن جوان هایی که به شیراز رفته بودند و در اون مراسم شرکت داشت. بچه‌هایی که در ایران صغیر نیستن که اجازه ما بدیم خودشون کار خودشون انجام بدن. به همین علت من این روزها رو می دیدم دیگه و خیلی افسوس می خورم، ولی کاری که جوان ها کردن نشانه آگاهی تاریخی اونهاست، نشانه تلاش اونها برای همون چیزی که الان دکتر پهران به اشاره میکردن، برگشت به ریشه. وقتی که آدم در برابر بنبست قرار میگیره و سعی میکنه که قدرت ها و در واقع نیروهای مضاعف خودش رو جستجو بکنه، به شکلی از این بنبست بیرون بیاد. زن من پوزش میخوام از ایشون، اگر در رابطه با اسرائیل صحبت کردم سوال از من شد من جواب بدم، و الا با صحبت شما لب کلام شما که من باید در اینجا بیشتر وقتم و صرف ایران بکنم، من موافقم. و هر بار حتی بعضی وقتا خارج از موضوع میزنم به ایران که از این وقت استفاده بشه راجع به ایران. در رابطه با کوروش من با صحبت‌های شما دوستان اگر درست فهمیده باشم موافقم، و به عنوان یک ایرانی و نویسنده روشنفکر، حالا هرچی، به عنوان یک ایرانی و واقعا متأثر شدم در این روزهای گذشته وقتی در اینجا و آنجا دیدم که برخی روشنفکران، حتی کسانی که نامشون شناخته شده است و در این ور اون ور در لندن، در آمریکا، در جاهای دیگه خورده گرفتند به این ایرانیان عزیزی که در پاسارگاد گرد آمدند و شعار دادن که شما بوی نجات پرستی از شعارهای شما میاد. من نمیدونم چرا بر چه اساسی چون این حرف میزنن. ببینید دلیلش هم این است که اگر اون مردم در یک حکومت اسلامی، در یک حکومت داعشی که میراث ما رو ویران کرده، که به استاد موسیقی ما، به هنرمند ما اجازه کنسرت یا هنرنمایی نمیده، هنر رو نابود میکنه، با زیبایی بده، با ایران بده، اصلا نظریه اساسیش رساله آقای خمینی هست. دوستان میتونن ببینن برای خمینی که به پادشاه فقید ایران ایراد میگرفت تو چرا جشن برگزار میکنی، مگر نمیدانی که مملکت تو یک استان بود از مملکت امیرالمومنین؟ یعنی خمینی بنیانگذار این نظام و رساله بنیانگذار او که در بیروت چاپ شد، برای یک همچین فردی ایران استانی از مملکت امیرالمومنین. در یک چنین کشوری، در یک چنین فضایی، مردمی با شجاعت هرچه بیشتر میان در پاسارگاد و شعارها رو میدن و ایرانی بودن خودشون رو چیز میکنن، و این زشته که از خارج بهشون بگیم شما نجات پرستید. کجای ایران نجات پرستی است؟ ایران لغت شناسی این واژه در ایرانیکا هست، در هارپر هست، دوستان برن بزنن نگاه بکنن. ایران یعنی سرزمین آریایی، سرزمین آریاییان.
چرا گفتن این که ما آریایی هستیم نجات پرستی است؟ اگر ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم و معنی لغت این کلمه، ریشه این کلمه سرزمین آریایی هاست، در پارسی کهن و در پارسی میانه، در اوستا ریشه داره، در سانسکریت ریشه داره. برخی از لغتشناسان حتی معتقدن که یکی از معانی ممکن آریا هممیهن بودن باشه، یعنی سرزمین آریایی سرزمین اونهایی است که خودشون رو هممیهن نامیده اند. چرا این نجات پرستی است؟ ولی اگر مثلا در سوره آل عمران در آیه 150 جلوی منه بگویند که به خواست من، یعنی به خواست خدا، دشمنان یعنی کفار، مشرکین، منافقین و همون اونایی که مثل من نیستن، غیر خودی، به خواست من و همچنان که به شما در جنگ احد وعده داده بودم، تا مرز ریشه‌کن شدن بکشیدشان. یعنی چی تا مرز ریشه‌کن شدن بکشیدشان؟ اگر این نسل کشی نیست، اگر این دعوت به کشتار دست جمعی نیست، پس چیست؟ ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، نجات پرستی است، ولی آل عمران انسان دوستی است. ثانیاً هندی که مثلا برهمایی که هندی که جائینی که در هند زواستیکا داره، اونجا هستن، در هند برید میبینید، حتی رو پیشونیشون کشیدن، او هم نجات پرست است، به خاطر اینکه در یک زمانی، در یک مقطعی 7000 کیلومتری اونورتر در آلمان یک عده عالم آدم بیمار آمدن، از این نماد یک نماد نجات پرستی ساختن و 6 میلیون یهود رو کشتن. ما به این دلیل بریم به هندویی ها و به جائین ها در هند بگیم آقا شما دیگه از این نماد استفاده نکنید، این نجات پرستی است. زواستیکا 11000 سال قدمت داره. زواستیکا نماد نوزایشه در تمدن هندی و هندو ایرانی. اگر نازی ها در آلمان این رو گرفتن و معنیش رو عوض کردن و ازش آشویت ساختن، این به من ربطی نداره. به اون هندویی و اون هندی و به اون جائین در هند ارتباطی نداره. من ایرانیم، ایران سرزمین آریایی است، آریایی مهر آریایی است، آریایی به خاطر مهر شناخته شده در طول تاریخ، چه اونهایی که تمدن ما رو موشکافی کردن، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی و چه دیگران. مهر آریایی، نیکی، نیک اندیشی، اینها همه ارزش های یک مردمانی بوده که به خودشون میگفتن آریایی، که یکی از معانی ممکنش به عقیده برخی از لغتشناسان و شرقشناسان بریتانیایی میتونه هممیهن باشه و در متون کهن سانسکریت هست. سرزمین هممیهنان آریایی، سرزمین نیک اندیشان، سرزمین کسانی که زیبا پرست بودند، نیک پرست بودند، راستی را ارج می نهادند. این کسی بیاد در پاسارگاد در حکومت اسلامی جمع بشه و بگه ما آریایی هستیم، ما ایرانی هستیم، این نجات پرستی است، ولی سوره آل عمران نجات پرستی نیست. بعدش هم زشته وقتی که در چنین کشوری با اون شرایط ما از واشنگتن و از لندن و اینها بریم به شما بهشون بخوایم اینجوری چیز بکنیم. این کار زشته، این کار در ادامه خیانت روشنفکران ایرانی است. تشکر میکنم. نظر آقای دکتر رامین پرهام عزیز رو هم شنیدم، یعنی نه ارجمندم. خیلی سپاسگزار از شما که آمدید روی خط، در نهایت نزاکت نظراتتون رو مطرح کردید، موافق یا مخالف.